الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. با سلام و صلوات و درود بر پیامبر عظیم الشأن اسلام و بر اهل بیت طاهرین و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. شرح سوره نبأ رو در آیات 38 تا 40 بازگو میکنیم. آیه 38: یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. آیه بعد 39: ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. آیه آخر: انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. مخصن آیه آخر عجیب آیه است. این سایر که امروز روش صحبت می کنیم انشاءالله به یاری و استعانت خداوند متعال، به آیه قبل از این سایه هم که خداوند فرماد رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا. و این لا یملکون منه خطابا همچنین به این معنا که اهل محشر قدرت و توان و یارای این که بتوانند در اون صحنه سخن بگویند و به زبان درآیند نخواهند داشت. ولی در این آیه 38 که اولین آیه امروز هست می‌فرماید چرا به یک عده خداوند اذن میده و با اذن او میتوانند سخن بگویند تحت یک شرایطی که سخن به حق بگویند. پس ما شروع میکنیم با آیه 38: یوم یقوم الروح والملائکه صفا. اینجا می‌فرماید که در روز قیامت روح و ملائکه، یعنی یک مخلوقی به نام روح، همراه فرشتگان در این صحنه قیامت حاضر میشن و همه به صف میشن. البته جن و انس هم که قبلا قیام و ینظرون در صحنه قیامت در قیام قرار گرفتن، از قبرها خارج شدن به در صحنه قیامت حالت قیام دارن، ایستاده. حالا بنابراین فرشتگان و روح هم در اون صحنه حضور دارن و خلاصه هستن برای اینکه اوامر الهی رو اجرا کنن. خب در سوره قدر هم ما میبینیم که آیه 4 سوره قدر رو معمولا حفظ هستید، می‌فرماید تنزل الملائکه و الروح فیها بإذن ربهم. فرشتگان، ملائکه و روح، فرشتگان همراه روح نازل می‌شوند. به نظر میاد که فرشتگان در این مأموریت های کلا در همش در بعضیش با معیت و با کمک و استعانت روح قادر میشن وظیفه شما انجام بدم. گویان که روح که در این آیات در بعض آیات قرآن مستقل و جداگانه از فرشتگان نام برده شده، باید یه مخلوقی متفاوت از فرشته باشه، یا اینکه اگر هم فرشته است برترین فرشته ها باشه، برتر از دیگر فرشتگان باشه. ممکنه مراد از روح جبرئیل باشه یا روح القدس باشه که بر حضرت عیسی، مادر حضرت مریم، مادر حضرت عیسی علیه السلام وارد شد و بشارت فرزند به او داد. و در این حال این چه فرماد روح و فرشتگان به صف در میان، یوم یقوم الروح و الملائکه و صفا، هم کنایه از اینه که اینها آماده باش کامل دارن در اون موقع، مهیا هستن برای انجام وظایف محوله در اون روز، در اون روز قیامت، در اون روز سخت. حالا
این وظایف هرچه هست خدا میدونه، ولی معمولا در آیات قرآن میبینیم که بشارت میدن به نیکان و به ابرار و استقبال با سلام از آنها استقبال میکنن و در وارد کردنشان به بهشت خلاصه دخالت دارن. همچنین سرزنش میکنن کفار رو و مجرمین رو، شماتت میکنن و آنها رو در عذاب دوزخ میاندازن. کارشون اینه. بنابراین این که فرماس به صف هستن، به صف دار آمدن با اون ساختار وجودی خودشون دارن، این آماده انجام اوامر الهی هست. من فرمود که یا ما یقوم روح و ملائکت صفا ادامه میده در آیه لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال الصواب. خب این قسمت آیه لا یتکلمون یعنی کسی صحبت نمی کنه، مخصوصا جن و انس اینها و شاید همون فرشتگان هم، الا من اذن له الرحمن، جز این که خداوند بهشون اجازه بدهد. که در اون آیه 37 گفتم ما به اون هم اشاره میکنیم، که در اون آیه فرمود که لا یملکون منه خطابا، کسی در اون صحنه قدرت مورد خطاب قرار دادن خداوند متعال یا اصلا سخن گفتن نداره. حالا در اینجا فرمود که چرا انسان و جن و فرشتگان که در پیشگاه خداوند الان همه حاضرن، بدون در این حضور بدون او باید در سکوت کامل باشن. در قیامت سکوت کامل حکم فرماست، ولی با اذن خداوند مثلا پیامبران اجازه صحبت کردن دارن، اونهایی که باید شفاعت کنن اجازه صحبت کردن دارن. مثلا هیچ کس در پیشگاه خداوند توان سخن گفتن نداره، قادر به این که بگو مگو بکنن، عذرخواهی بکنن بدکاران مجرمین از گناهانشون، یا اعتراض کنن به احکام صادره، احکام عادلانه صادره از طرف خدای تعالی بر مورد محکومیتشان. چنین چیزهایی نیست، امکان نداره. و البته عده‌ای اجازه دارن مشروط سخن بگوین و اون شرطش اینه که اونها به حق بگوین. می فرماید الا من اذن الله الرحمن، اذن خدا صادر شده برای آنها و قال الصواب، سخنی بگوین که به درستی و به حق باشه. بنابراین پیامبران که در دنیا راستگو بودن و بعدی اونهایی که اجازه دارن شفاعت کنن، این ها به ازن خداوند اجازه سخن گفتن دارن. اما بدکاران که در دنیا دروغی گرفتن و در دنیا حق رو ناحق کردن، اینها در اونجا مهر بر دهانشون زده میشه. و چون اگه اونجا هم به حرف بیان، باز همین منوال دنیا، چون پاک نشدن در دنیا و همون ناپاکی میخوان صحبت بکنن و این قابل قبول نیست. صدای من هست حاجه؟ با صدای یه ذره خش داره. حاج آقای جلوه‌گران صدا رو دارین؟ روز و ظهور قیامت به هر حال قیامت روز بروز و ظهور حاکمیت مطلق خداوند متعاله و در حقیقت روز تجلی اذن اوست.
لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن و قال صواب. در حقیقت روز ظهور و عیان شدن سلطه خداوند، سلطه کامل خداوند بر تمام مخلوقات، این حقیقتی که در دنیا در عین واقعیت اما از دیدهای دید ظاهربین پنهانه و انسان‌ها به غلط تصور میکنن که این اسباب و وسائل هستن که انجام کارها و رخدادها رو ممکن و میسر میکنن. ولی چشم باطن بین، چشم پیامبران و اولیاء خدا در همین دنیا هم متوجه میشه که همه چیز تحت اذن خداونده. در همه عوالم وجود، هر موجودی که واسطه انجام فعلی یا منشأ اثری باشه، اون منشأ و اثر فقط به اذن و خواست خداوند مؤثر واقع میشه. همه کنش ها در عالم، البته این اذن خداوند یعنی اون قوانین بی عیب و نقصی که خداوند اعمال نموده، بر اون قوانین استوار هستن. همونطور که خداوند تو قرآن در یک مواردی مثل حیات و مرگ، معجزات انبیا، نزول فرشتگان، موضوع وحی، موضوع شفاعت، برپا بودن و برقرار بودن آسمان و زمین، رخ دادن پدیده های این عالم، حوادث طبیعی، اینها همه مواردی هستن که تو خود قرآن آیاتش که اومده اذن خداوند در کنارش آمده، اذن پروردگار عالم یعنی رب العالمین که خالق آنها هم هست. حالا مثلا در مورد هیچ، خداوند فرماد هیچ کس نمی میرد جز به اذن خداوند و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله و ما کان لنفس ان تموت، هیچ کس نمی میرد الا باذن الله، مگر به اذن خدا. یعنی اگر کسی می میرد، اون عواملی که تأثیر میگذارن در مردن او، حالا هر چه هست، خداوند خودشون عوامل رو خلق کرده، خودشون عوامل رو مؤثر قرار میده و وقتی نخواد انجام نمیگیره. معجزات انبیا هم همینطور، معجزات حضرت موسی، عیسی، سایر پیامبران، چه دیگران نتونستن اون کار را بکنن، چرا اون بزرگواران انجام دادن؟ برای اینکه اذن خدا برای آنها بود. آیه 38 سوره رعد فرماید و ما کان لرسول، رسولی نمیتواند، نبی نمیتواند، ایعتی به آیتی، معجزه بیاره، آیه بیاره، الا به اذن الله، مگر با اذن خداوند. همچنین نزول فرشتگان، فرشتگان وقتی که به زمین فرود میان، حالا فرودم فرودای فیزیکی که مثل یک بارانی که از آسمان فرود میاد به زمین میاد یک کار فیزیکی هست، در حقیقت فرود اونها یعنی از اون مقام و مرتبه در اون عالم ملکوتی که هستن به عالم ملک نزول دارن. این با رخصت و اذن خداونده که در سوره قد آیه 4 قرائت کردم قبلا، فرمود تنزل الملائکه و الروح فیها، در اون شب، در اون شب قد نزول و فرود آمدن ملائکه و اون در با همراهی روح به اذن ربهم، با اذن پروردگاره، من کل امر، برای تدبیر هر کاری که خداوند متعال در اون شب مقدر فرموده. در بخش از آیه 97 سوره بقره هم خداوند فرمود که نزول جبرئیل به حضور پیامبر اکرم و آوردن آیات و وحی به قلب ایشون به اذن خداونده، فانه نزله علی قلبک، به اذن الله، اون فرشته وحی نزله علی قلبه، آیات قرآن را نازل می کند، خودش هم فرود میاد به حضور پیامبر اکرم، ولی همه به اذن الله، به اذن خداوند. خلاصه در نظام هستی تأثیر گذاری عوامل واسطه که گاهی هم با آنها شفیع هم گفته میشن. شفیع یعنی جفت بشه یک چیزی در کنار یک چیز دیگه، مثل ولفج و شفع ولوت، یک مثل آنزیم هست، آنزیم در شیمی، این وقتی میاد کنار
یک فعل و انفعالاتی قرار میده، اون فعل و انفعال رو تسهیل میکنه، میسر میکنه. شفیعان هم وقتی که در کنار یک گناهکاری چیزی قرار میگیرن، حالا هر گونه ای هست ما خبر نداریم، به هر چیزی هست، اون رو مثلا مورد یک تغییری در وضعیتش به وجود میارن. در دنیا هم تمام این واسطه ها به نوعی شفیع هستن، همشون اذن خداوند میطلبن و بدون خواست خداوند انجام نمیگیره. در قیامت هم شفاعتی که ما برای قیامت در ذهن اون هست، همه به اذن خداوند متعاله، که در مثلا یک موردش در سوره طه آیه 109 میفرماید یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن، الا من اذن له الرحمن. در اون روز قیامت شفاعت نفعی نمیرسونه به کسی، حالا شفاعت کننده نمیتونه به اذن خداوند شفاعت کنه، اونم که منفعت از شفاعت میبره اون هم باید خداوند اذن بده که او مورد شفاعت قرار بگیره. همچنین خداوند در قرآن فرمود که الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض، در آیه حج، در سوره حج آیه 65 میفرماید همه اون چه در زمین وجود دارد به اذن خداوند مسخر انسانه. میبینید که مسخر حیوانات نیست، همه اون چه که در زمینه یا در پرندگان نیست، در مخلوقات دیگه نیست، ولی همه مسخر انسانه. در حقیقت قوانین الهی، اون گونه ای که خداوند به ما عقل داده، شعور داده، استعداد داده و اختیار داده، اینها همه با هم جمع میشن با تا خداوند در حقیقت ما رو امکانات زمین، موهبات زمین رو به تسخیر انسان داره. در حقیقت همش اذن الهی است، اون قوانین اذن الهی است. فرماید علم تره، نمیبینی، آیا متوجه نمیشی، فهم نمیکنی، ان الله سخر لکم، خداوند مسخر شما انسان ها قرار داده، ما فی الارض. و حالا در ادامه آیه مثال میزن، یک مواردشو گفته والفلک تجری فی البحر بامره، در کشتی در روی آب در جریان قرار میگیره به امر خداوند. امر و اذن الهی است که در حقیقت اون قوانین فیزیک و ترمودینامیک و قوانین دیگری که حالا اون موقع مؤثره، اینها رو خداوند اولا معین و مقرر و سرپا کرده اون قوانین رو، تا اینکه این کشتی رو آب بماند و یا به حرکت در روی آب. و در ادامه آیه میفرماید که آسمان را نگاه میدارد از اینکه به اذن او به زمین سقوط نکنه. حالا از آسمان کراتش ممکنه به بعضی از کرات آسمان، کرات آسمانی به زمین سقوط کنن، یعنی برخورد کنن که اون میشه سقوط، یا شهاسنگ هاست که به زمین سقوط میکنن. اینها همش خداوند متعال فرماد که و یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه، خداست که نگه میداره که چیزی از آسمان به زمین برخورد نکنه، حالا شهاسنگ باشه یا کرات دیگه، که به اذن خداوند. به اذن خداوند یعنی باز همون قوانین جاذبه و دافعه و عوامل مؤثر دیگری که خود او وضع کرده، خود او اعمال میکنه و منظومه ها در آسمان محکوم این قوانین و این چیزا هستند تا در مدارهای خودشون استقرار داشته باشن و اون حرکت لازم رو بکنن، کارهای دیگه رو بکنن، اینا همش به اذن خداونده. حالا در حقیقت هر گونه برخورد بین اجرام سماوی و یا سقوط شهاب سنگ ها به زمین جز به اذن خدای سبحان توی آیه میفرماد اتفاق نمیفته. خلاصه هر حادثه خوب و بد که در زندگی انسان اتفاق میفته، حالا زندگی فردی یا اجتماع ما مثل مثلا زلزله ها یا بعضی بیماری ها، اینا بیرون از اراده و اذن خداوند نیست. حالا حادثه خوب باشه یا بد باشه، فقط به خواست خداوند رخ میده. اذن خداونده که عوامل و سبب های مؤثر در اون حوادث رو به تأثیر و کنش با میداره. برای همین در سوره تغابن آیه 11 فرماید ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله، هیچ رنج و مصیبتی
اتفاق نمیفته یا به ما نمیرسه مگر به اذن و فرمان خدا، و بعد وقوع جلوگیری از وقوع آن هم به اذن خدا هم فرق نمیکنه. دنبال آیه فرماید و من یؤمن بالله، هر کس به خدا ایمان بیاره، یعنی این موضوع رو درک کنه که همه چیز تحت امر خداونده و خداوند یهد قلبه، هر که به خدا ایمان آورد و خدا رو خلاصه همه چیز از او بدونه، خداوند هم دل او را به رضا و تسلیم و اطمینان و آرامش هدایت میکنه. حالا ما آیه 39 سوره نبع روش صحبت میکنیم. در این آیه خداوند فرماید ذالک یوم الحق، این روز قیامت روز حق است. چنین روزی یعنی روز قیامت امریست مبتنی بر حق. حالا حق چیه؟ حق یک چیزی ثابت و چون ثابته و تغییر ناپذیره بالاخره تحقق پیدا میکنه. ذالک یوم الحق بند فرماد فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. قیامت حق است و از حضور در آن هیچ گریزی نیست. خب حالا که حق، خداوند فرماد فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، حالا که حتما خواهد آمد، پس اختیار با انسانه که اگر خواست معاب و سرانجام خودش را به نزد پروردگار قرار میده، نه در دوزخ و در جای دیگه. فمن شاعه، پس هر کس بخواهد، یعنی از اخیارش این گونه استفاده کند که الی ربهی معابش باشد، به سوی پروردگار سرانجامش باشد، یعنی در این صورت این شخص واضحه که باید برای رسیدن به این مقام و منزلت نزد خداوند حالا امروز در دنیا باید راه ایمان و راه اطاعت خداوند را بپیماید. ذالک الیوم الحق. حق گفتیم که یک چیزی ثابت و پابرجا، پنهان شدنی نیست، محو شدنی نیست. حالا هر چقدر که باطل رو بیارن جلوش قرار بدن و ظاهرا او رو محو کنن ظاهرا، ولی نه، همچنان باقی میمونه تا اینکه بالاخره ظهور کنه و نمایان بشه. حالا این موضوع درباره قیامت که خداوند در بعضی از آیات قرآن یا در خیلی از جاهای قرآن همواره میفرمود قیامت حقه، این موضوع که حق از بین برو نیست و بالاخره ظهور پیدا میکنه و بر ملاء میشه، درباره قیامت کاملا صادقه. در چرا؟ برای اینکه در ادامه سیر تکامل این عالم ملک، این عالم ماده که ما در اون هستیم و بیهوده و به بازی خلق نشده، وقوع قیامت یه حقیقتی است به حق و غیر قابل تغییر. چرا؟ برای اینکه باید مالکیت مطلق و اقتدار کامل پروردگار عالم که تو این دنیا گفتم چشم های حقیقت بین اونو نمی بینن و نفی این شرکایی که در این دنیا برای خدا انسان های نادان قرار دادن، در اون زمان نفی آنها و نداشتن هیچ گونه قدرت و اثر آنها و اقتدار کامل خداوند، مالکیت مطلق خداوند، اینها آشکار بشه. برای همین قیامت آمدنیست حتما، و همچنین قیامت خواهد آمد تا اینکه حق هر صاحب حقی به او داده بشه، حق مظلوم از ظالم گرفته بشه و اعمالی که انسانها به طور مخفی انجام دادن، فکر کردن که خداوند نمیبینه، اونها آشکار بشه و اون موقع بفهمن که در این دنیا خداوند شاهد و ناظر و حاضر بوده در آنها. که در اون آیه فرماد اگر دو نفر باشید سومیش خداست، سه نفر باشید چهارمیش خداست، و همچنین ادامه میده. در سوره حق آیه 18 فرماد یوم الدین، یعنی روز قیامت، تعرضون، شما همه عرضه میشوید به در اون صحنه به پیشگاه خداوند، لا تخفا منکم، مخفی نمونه از شما چیزی، اون چیزی را که خافیه بوده در دنیا در حقیقت شما پنهان نگه داشتید، پنهان نگه داشتید، مخفی نگه داشتید. حالا بنابراین به حکم عقل باید انسان به این آیه 39 توجه کند و
راهی رو در زندگی انتخاب کنه که انحراف نداشته باشه، به سوی مغفرت خداوند باشه، مآب و سرانجامش به سوی خداوند باشه. این یه نکته هدایتگرانه است که خدای رحمان که در این آیات خودش رو رحمان معرفی فرمود، اگر بخونید این چند آیه آخر سوره نبع رو، خدای رحمان در این آیه 39 سوره نبع یک نکته هدایتگرانه میفرماید، این که میفرماید فمن شاء اتخذ الی ربه مآبا، پس هر کس میخواهد که نزد خدای خود در روز قیامت مقام و منزلتی یابد، حالا امروز بندگی کنه خدای تعالی رو، او رو بشناسه به یگانگی و پرستش بکنه. حالا راه رجوع الله که همون سیر در صراط مستقیمه که خداوند در قرآن بارها فرموده و اعراض از شیطان و راه های طاغوت و راه های شیطانی است، در قرآن خداوند به اندازه فراوان خلاصه ما رو روشن کرده و اسباب حرکت به سوی خودش رو خداوند برای بندگانش فراهم کرده. اولا انبیا و رسولان دستورات او رو ابلاغ فرمودند، ثانیاً اون پیامبر درون وجود را که عقل خداوند به ما داده تا راه به سوی او از بیراهه ها به وسیله خود ما تمیز داده بشه، تشخیص داده بشه. خدای تعالی مآب یعنی مقصد و سرانجام طاغیان و طاغیان از یک طرف و پرهیزگاران از طرف دیگر، در همین آیه در همین سوره نبع حالا در قرآن هم که فراوان بیان داشته، در آیه 21 و 22 فرموده که مآب طاغین آتش دوزخ است. ان جهنم کانت مرصادا، جهنم در کمین طاغیان لطاغین مآبا، تا اونها رو به اون جایگاه نهایی خودشون ببره. و مقصد و مآب متقین را هم خواست خداوند در این سوره فرمود، همقدر که فرماید فمن شاء اتخذ الی ربه، چی میتونه الی ربه بره باشه؟ متقین هستن که در چند آیه قبل همین سوره نبع خداوند باز در اونجا جایگاهشون رو در بهشت فرمود، الی ربه مآبا. پس دو تا مآب در این چند آیه هست، یکی مآب سرانجام پایان کار در دوزخ برای بدکاران و یکی هم برای اخیار و نیکوکاران در بهشت. دیگه این تصمیم قاطع خود انسانه که با استفاده از اختیارش که خداوند به او داده آینده خودش رو رقم بزنه. آیه 40 سوره نبع آخرین آیه است که خداوند برای ایجاد انگیزه در ما آدمیان و اینکه عاقبت اندیش باشیم این آیه رو فرموده، فرماد انا انذرناکم عذابا قریبا، ما شما رو از عذابی که نزدیکه ترسنده و آگاهتون ساختیم. حالا این عذاب قریب چیه؟ مراد از عذاب قریب که به کافر حالا تو این آیه فرماد نزدیکه، اولا در همین دنیا او رو فرا گرفته و در حقیقت گرچه در دنیا احساس نمی کنه ولی این عذاب رو فرا گرفته. این عذاب در حقیقت مهیاست، قریب در اینجا این معنی ها رو می رساند، مهیاست، حتمیست، او رو احاطه کرده. همطور که خدای تعالی در سوره عنکبوت می فرماید که در آیه 54 سوره عنکبوت، یستعجلونک بالعذاب، این کفار از تو عذاب میخوان، میگن بیار این عذاب را، از تو عجولانه عذاب میطلبن، در حالی که و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم احاطه کرده این کافر رو در همین دنیا با آنهاست، اونها رو احاطه کرده، یعنی در حقیقت قریب نزدیک به آنهاست. و یا اصلا عمر دنیا چیزی نیست در برابر عمر آخرت و به سرعت میگذره و قیامت و یا زمان مرگ به انسان قریبه، قیامت به انسان قریبه یعنی نزدیکه. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، و در این آیه فرمود که انا انذرناکم عذابا قریبا، بعد فرمود که یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، روزی است اون روز که
انسان اون چرا که در دنیا انجام داده در برابر خودش میبینه. و یقول الکافر، کافر میگوید یا لیتنی کنت ترابا، کاش من خاک میبودم. یا لیتنی کنت ترابا، خاک میبودم، اصلا از اول انسان زاده نشده بودم. و یا از خاک، از همون خاک پست اولیه فراتر نرفته بودم. ببینید کار کافر به کجا میکشه، خاک رو بر خودش که انسان ترجیح میده. و یا دوست دارد که به عالم آخرت نمیمد، همچنان خاک میمون. میگه ای کاش که بعد از اون که در دنیا از مادر زاده شدم، دیگر پس از مردن و خاک شدن همچنان خاک میماندم. اینا در حقیقت نوعی فرومایگیست که کسی برای خودش بخواد. و هرگز بار دیگه زنده نمیشدم، به صحنه قیامت نمیمدم. خلاصه قیامت روز حسرت و پشیمانی کافرانه و جدا شدن، حسرت و پشیمانی کافران و جدا شدن از پروردگار عالمه. خیلی بده براشون. خودشون میگن وای بر ما از این حسرت که ما در دنیا اطاعت خداوند را نکردیم و امروز از خدا دور هستیم. در حقیقت در سوره زمر آیه 56 انتقول و نفسون، یعنی انسانی بگوید یا حسرتا، حسرت بر من، وای بر من، الا ما فرطت فی جنب الله، وای بر ما از این حسرت که در اطاعت فرمان خدا کوتاهی کردیم و امروز بدبخت هستیم. در سوره سجده آیه 12 خداوند تعالی میفرماد که اینها، این افراد پشیمان در آخرت میگن ربنا، خداوند اون روز میگن ربنا، ولی امروز تو دنیا میگن رب ما بت هبل و عزا و اینهاست، و یا نه هواهای نفسانی، پول و مقام و این حرفا. ولی این در این دنیا زیاد با رب کاری ندارن. خیلی هم حقیقتا میدونن واقعیت چیه، ولی سهلنگارن، بی اهمیتن راجب قیامت. به هر حال در این سوره سجده آیه 12 میگوید اون شخصی که دیگه جهنمیه، ربنا، خداوندا، پروردگارا، ابصرنا و سمعنا، ما حالا بینا شدیم، دیگه شنوا شدیم، حق را الان میبینیم و میشنویم، حق را دریافتیم، دیگه به حق رسیدیم، فرجعنا، ما را برگردون، برگردون به دنیا، نعمل صالحا، یک کار صالحی انجام بدیم، عمل صالح انجام بدیم، انا موقنون، ما الان دیگه به یقین رسیدیم، به اون چه به ما وعده دادی اکنون بینا و شنوا شدیم، به دنیا ما را برگردان تا این حقی رو که الان دریافتیم و به یقین براش رسیدیم برای آن کاری بکنیم. البته خداوندم در آیات دیگر قرآن فرماد که نه دیگه برگشت به دنیا امکان ندارد، همطور که برگشت یک فرزندی که یک نوزادی که متولد میشه به رحم مادر امکان ندارد، چون اون نظام به هم می‌ریزه. نظام دنیا هم وقتی که بر هم ریخت و نظام آخرت پیش آمد، برگشت امکان نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و با عذرخواهی از این که قطع شد، خیلی عذرخواهی میکنم.